سلام علیکم بیننده عزیز، من محب الحمیدی یک بار دیگه در خدمت شما هستم از طریق برنامه نما سینما. سینما سینمای افغانستان، نه هالیوود وجود داره نه بالیوود. شاید گفته باشین این بار چرا تصویر عزیز آویه نبود، چرا انتری نشد. ما این بار قسمه که براتون وعده کردیم که ما در هر برنامه مهمانای مختلف داریم، البته هم از افغانستان هم بیرون از افغانستان، اما مخصوص سینمای افغانستان. این بار هم مهمان عزیز داریم، میریم چند سن از کارهایشان میبینیم، البته از طریق اسکای. پارتی فامیلی داریم، خوش میشم اگه با فامیلم معرفی شویم. کوشش میکنم. نام چیست؟ جاوید. نام مادر کلان چیست؟ فاطمه. نام دختر چیست؟ اماسه. جاوید و اماسه به معنی قهرمان می باشند، مگم قهرمان شدن کار آسان نیست. خواستم آزارت بدم، چقدر دور استیم ما تو، چقدر دور گشتیم ما تو. حالا نزدیک شدیم اماسا، بین ما تو هیچ فاصله نیست. باز میگن کو با کو نمیرسه، آدم با آدم میرسه. دختر احمد بی غیرت پیسی درفته، اگر از پیش تویانه نمیگرفتم نخواد کتمه در تلفون گپ میزدی. ما او رو وقت طلاق کردیم، برو پیدایش کو سر کس دیگه بفروشش. نامرد، از او طرف دنیا یه رقم گپ میزنی، نه تو را زنده میبانم نه خوار خدا، نه تو که یک تخم پدرم گنده بود. گپایش خودش خوش می. کاکا جان، سرنوشت هر انسان در دست خودش است. اگر خوبی میکنه خوبی میبینه، بدی کنه بدی میبینه. خدا مرا خوار نمیداد، غیر از مصیبت و بدنامی.
دندانایت بریزه، سرت پخته و سفید شوه. دیگه نخواهد ماندمت که از خانه بیرون برامدی. اما زمان وقت خوب بود که زنا را زنده را گور میکرد. یک بار دیگه دوستای عزیز خوش آمدین. البته مهمان ما جناب یوسف رویان، یکی از کارگردانای خوب سینما افغانستان و عین زمان هنرپیشه بسیار خوب سینما افغانستان. چی بهتر است که با خودشان از طریق اسکایپ صحبتای پیامای داشته باشیم. پس با ما باشین. سلام احترامات خدمت شما جناب رویان، امیدوار هستم که جور سعدمند باشین. مسافرت ها و امو چی میگن در کشور غربت، امو فضای صمیمیت سینما را کنار دیگه هموطنهای ما داشته باشین. به نام خداوند توانا، سلام های گرم خدا برای شما دوستان عزیز و برای حمیدی نازنین و یونت تخنیکی و هموطنان عزیزم از طریق برنامه پسر و صدا و زیبای آینه تقدیم میکنم. آقای رویان، میشه که رابطه با کارکردهایتان بگوین که واقعا شما از جمله پیشکسوتهای هستین که سینما را به طور اکادمیک تعقیب کردین، بعدن کارهای خوب داشتین از آدرس افغان فلم، از آدرس تلویزیون ملی، از آدرس بخش برنامه های هنر ادبیات تلویزیون ملی. اولین فیلم افغانی را به نام زن که محترم انجینیر صاحب لطیف استاد بزرگوار ما دایرکت میکرد نقش بازی کردم. افتخار عزیزا داشتم که در آن زمان کنار فقیر نبی و نرمند پرآوازه کشور نقش بازی میکردم. افتخار عزیزا داشتم با کریم نائل نقش بازی میکردم و افتخار عزیزا داشتم که با خاطره، بصیره خاطره نقش بازی میکردم. بصیره خاطره که دختر زیبا برجسته با موهای زیبایش را همیش باد ملایم امرایی میکرد. وقتی در جاده قدم میزد، جاده با او قدم میزد. آرام آرام در سینما بزرگ شدیم. بعد فیلم گناه را بازی کردم، صبور و سرباز را بازی کردم و در فیلم فرار نقش بازی کردم که این سه فیلم از ساخته های محترم انجینیر صاحب لطیف است. بعد در فیلم مردار قول است نقش برادر تایره را بازی کردم. در فیلم مسافر نقش بازی کردم، کانتینیشیت نوشته کردم که دو اثر از محترم سعید ورکزهی کارگردان بسیار موفق کشور ما است. در فیلم های خرد و ریزه نقش بازی کردم، فیلم ها را کانتینیشیت نوشته کردم و زندگی امیران پرواز میکرد. البته فراموش من نشه که شما در دورانی که کار آغاز کردین فیلم های خیلی خوبم مانند فیلم گناه، صبور و سرباز، فرار، البته از ساخت های انجینر لطیف
بعدن هم مردان قول است، فیلم های خیلی خوب داشتین. میشه رابطه با این فیلم ها و دمو فضای امو دوران که واقعا امکانات خیلی خوب بود در سینمای افغانستان و سینماگرای ما میتونست که با مفارمت سینمایی و کیفیت عالی با همکاری کشورهای دوست مثل هند، روسیه فیلم های خوب داشته باشین. میشه رابطه با او یک کم ذره معلومات بتین که در او زمانش فیلم ساختن کار دشوار بود یا آسان؟ بله یعنی دیگه در آن زمان سینما یک هدف بود، هدف انسانیت بود، هدف برای جامعه بود، هدف برای روشن کردن ذهن مردم بود. در آن زمان دایرکتر فیلم، در آن زمان کامرمن فیلم، در آن زمان معاون کارگردان نقش اول و دوم بازی نمی‌کرد. هدف این بود که جامعه را باید روشن کنیم. هدف این بود که پیام بسیار انسانی برای مردم بدیم. هدف این بود که فرهنگ سینما را سر پا استاد کنیم تا خدمتکار برای مردم باشد. بله. آقای رویان، فکر میکنم در وقت که شما فیلم ها را در افغان فیلم یا در خود افغانستان فیلم ها که تهیه میشد یک فضای باز بود برای هنرپیشا، برای سینماگرا. ما یکی از فیلم هایتان یادداشت کردیم که به نام فیلم هوس بود که شما در اون نقش دارین و در وقتش خوب درخشید، اما جنجالایی هم داشت که به خاطر امو فیلم نسبتاً به فیلم‌های افغانی یک فضای باز داشت، فیلم عاشقی بود دیگه، به این خاطر بسیار جنجالا و غوغا برپا کرد. میشه رابطه به این یک معلومات پرتین که در این فیلم چی حادثه رخ داده بود، چی شده بود که این فیلم قدر غوغا برپا کرد؟ بله، فیلم عوض بعد از فیلم مالیا، فیلم کمدی بود که یکی استاد رفیق صادق ساختیم و در این فیلم عوض عماهین پاییز بسیار مقبول درخشید، یاسمین یارمل بسیار درخشید، عاقله اوریا خیل بسیار درخشید، فکر میکنم ولی تلاش هم بود و هنرپیش های بسیار زیاد بود. این فیلم حمید عبدالله بود و دیگر ها بود. فیلم بلند بود مگم بسیار فیلم خوب بود و در اون اصل زمان خوب درخشید. خیلی من فکر میکنم یکانه دلیلی که شما از افغانستان بیرون رفتینم مثل که حال اکثرا دوستا بعض فیلم ها را جور کردن پناهنده شدن و شما هم شاید دلیلش همین بوده باشه. خاطره جالب ما از فیلم عوض هم خاطره انگیز است هم غم انگیز. خاطره انگیز به ایست که فیلم عوض وقتی که نشر شد یک فیلم بسیار باز بود که اولین بار یک فیلم نیمه آزاد ساخته میشه و از طریق تلویزیون به نشر گذاشته میشه. حالا که سناریو باز شده بود، از برد مسلکی سناریو باز شده بود، مگم دید ما یک دید خاص است که انجینر صاحب لطیف احمدی هم در بارا در مصاحبه های خود و در بعض محافل گفته که رویان دید استثنایی بسیار زیبا پسند داره. ما از زاویه بسیار رومانتیک فیلم برداری کردم. فیلم وقتی که به نمایش قرار گرفت صبح نمایش غوغای بسیار بزرگ از ریاست شؤون اسلامی بلند شد. این غوغا باعث شد وزیر اطلاعات فرهنگ بشیر لویگر ما
مختار جوبین که وقت معاون ریاست نشرات تلویزیون بود 15 روز کستومهاش بود و بنده خوشبختانه بسکری سوار شد. یه فیلم عوض نکنید، عوض اگر کردید چونین پروبلما را مد نظر بگیرید. خب به هر صورت شما در وقتش یکی از گردانندهای خیلی خوب بودین و در تلویزیون ملی وظیفه ایفا کردین که از جمله میشه یکی از برنامه هایتان به نام رنگین کمان که با هنرمندا بود و خیلی یک برنامه خوب بود. چی فکر کنیم بعد از فیلم عوض دلتان نشد که دیگه در سینما برین یا که اون آخرین فیلم بود که باز براتان دروازه بسته شد باز آمدیم به تلویزیون که برنامه سازی کنیم؟ آقای امیدی عزیز بسیار دقیق فرمودید. ریاست هنر ادبیات که چندین مدیریت داشت برنامه های ابتکاری داشت در زمان. پرودوسر فیلم، پرودوسر برنامه، نویسنده، شاعر اما از خود یک ابتکار نشان می دادن. هرچی که برنامه های روتین بود من در برنامه ها باید ابتکار کار گرفته می شد. من هم از اون جمله به نام رنگین کمان اولین بار طرح ریختم و با فی عبادی که مدیر مسئول ما بود هم صحبت شدم و طرح قبول کرد و کارایش پیش بودیم. ابتکاری که در مابین رنگین کمان بود ما تانیستیم که برنامه را کاملا دپیرو ثبت کنیم. ابتکار دومی که در رنگین کمان بود ما اولین بار آهنگا را از استودیو کشیدم. اولین آهنگ را کلیپ کردم که آهنگ سیما ترانه بود به نام دل دارم که با چندین لباس ما یا آهنگ در یک کمره پروفیشنال در وسط زمان ثبت کردم. بعد از او آهنگ وجه رستگار هنرمند محبوب ما را که در عقب موتر درایب میکرد، در عقب جلو موتر درایب میکرد، دال درایب بود یا رانندگی بود، من این آهنگ ثبت کردم با چندین لباس با صناعی مختلف که یک غوغار در وسط زمان برپا کرد و مردم بسیار خوشش آمد و برنامه بسیار برنامه سر زبان ها شد که نطاق های از یا گوینده هایشون یکی از برنامه ها استورای منگل بود و غوث زلمه که برنامه را پیش می بودن. مگم برنامه همیش در بیرو بودن. چی بهتر است که با هم بریم چند سنه از مخاطره و پشت سنه تصویرهای قدیم یک جای ببینیم بعدا امرایتان و امرای بیننده در خدمت باشیم. دوست عزیز با هم میریم چند سنه از فیلمایی که جناب یوسف رویان هم کارگردانی کردن و هم نقش داشتن، فیلمای خوب پرخاطره سینمای افغانستان از دورانایی که واقعا فیلمای افغانی با کیفیت با مو فرمت سینمایی تهیه میشد یک جای تماشا میکنیم بعدا در خدمت هستیم. ناصر و سبور جانا زیاد چنیدیم میفهم همیتان دوستش دارین؟ بله خانه خودتان خودتان جمع کریم بگیریم بگیریم ناصر جان خواهد کنیم رایم جان بگیریم شوخی را که یک طرف بانیم ناصر جان ما سبور جانا راستی که بسیار دوست داریم
هستم. واقعا صبور جان دوست داشتنی است. اما چرا؟ افسوس کسایی خود میترسن. بازارش. صبور جان دیگنی چرا زیر تحصیل رفتی؟ صبور جان تشکر گرفتم. ستار بسیار آزار دیگه. دیگه نشد. نسیم جان بخیرم زنگ تلفن است. بجیزتان خوش باشین. زندگی پر سعادت براتون. بازم تبریک میگم. تشکر. مخصوص از گله مقبول که صبور جان آوردین. با من خدا. اگه یک چیزی بگم دلت میگه کاش که دختر می بودم. بگو نه آوازم. از فاکولته ماکولته دل بکنین. امسال بسیار زیاد دخترها رو گرفت. 80%. از کجاش میگی؟ خویا خودی دیگه میگه آوازه است. چطور؟ آوازه دروغ است خام سرچپه. راست میگه. چه زیگه پا نگیرین. باز معلوم میشه. اگر راست باشه چی میکنین بچه ها؟ عسکری میرین؟ خیلی چی کنین؟ ما خمک روزم. ولی چی پیش از مردن کفن پاره کردن؟ میشه که تا 20% برا باشه؟ بان که بگه؟ میفهمی دو 20% کی هست؟ کی هست آقا جان؟ که نمیفهمی چپتا بگی. اول نمره شما را خود دلتان. ولی اگه ما در کانکور ناکام مونده باشم دقیقه بیشینم. های چی میکنی؟ میکروزم. سلام. چرا خوار هستی مادر؟ امی وقت آمدن است؟ بیا که خونه کردی. چرا شما موجه نبودی؟ که در این وقت شما آمدی؟ اونا نماندن. اجازه ندادن. رسیدی ناصر مادی جور میشی. صبر تو پیش من نگرد. نورت بر نه پس نام نگرد ماسر.
برو سبور. نه ناصر. لالا؟ ای انوز صاحبا کتابا نمیفهمم. بگه ما پولیس ماموریت برد. بردش؟ آه. بچه شما خوب حساب کتابه ای را بفهمنین ما پس میم. یکی بریم یک دقیقه بیدیم. حالا بلا مامالی بیادیگه. آقا جان نمکه چیز؟ ایسی که کتی ما به بیم ولای گشنه بانی. جان بچین تو کتزی کار کن. آقا بچه ای را بانیم که ما کتش کار کنم. بان بچین دسته که دایی کارم رای ما راستک باشی. بان دسته آنه دیگه دو دل ما آمدی. Same, you bunch of low-lives. What did you say? Yo, what are you saying? You're the God of God. You're the Muslim. You're the Muslim. If you were in your country, you would give me a book and a book. You would give me a book and a book. You would give me a book. You understand? But you would give me a book. I told you that it was a book. I'll take a book and a book. او دیوانه نیست، او مریض نیست، او یک دختر افغان است. ای کدام رسم رواج است؟ کدام قانون دنیاست؟ که حتی دو انسان یکی دیگه خدا ندیده باشند، باید زن شوهر شوند. چقدر دور است موتو؟ چقدر دور گشته موتو؟ حالا نزدیک شده مماسه. فیلم های یوسف رویان که دومین فیلم هنری داستانیشان به خارج از کشور است. فیلم آینده که یکی از فیلم های بسیار خوب ما پس از سالهای هجرت ما افغان ها در خارج از کشور بوده اکثرا حتما تماشا کردن و فیلم دختر افغان هم بهتر از آینده است. مانده نباشید. از صمیم قلب سلام برای شما افغان های عزیز. بینندای عزیز و حاضرین گرامی، رسم خاص به خاطر افتتاح فیلم های داستانی و سینمایی است. ما تقاضا می کنم که انجینر صاحب محمود هم هر دو حضور داشته باشند. انجینر صاحب بسیار خوش آمدید. سلامی از آقای نعیم جهانبه هم تقاضا میکنم تشریف بیارن. این شاید برای اولین بار باشه که خارج از مملکت به این شکل میخواهیم که فیلم گشایش بیافته. فقط با سه کف همراهی میکنیم. مبارک باشه برای همه هموطنهای هنردوست که ما که همیشه هنرمندهایشون را تشویق کردن. یک بار دیگه خوش آمدین آقای رویان. امیدوار هستم که جور صحتمند و سرحال بوده باشین. آقای رویان، شما که بیرون از افغانستان زندگی میکنین و در اونجا ما یک نمایندگی اتحادیه سینماگرا در اروپا داریم که در این شب و روز جنجال های اتحادیه
با گوش شنیده میشه و از طریق فیسبوک و صفحات مجازی دیدم میشه. میشه که نظرتون رابطه با این جنجال ها که خوشبختانه در آخر اتحادیه سینماگرا یکی از جوانا را انتخاب کردن در رسش که فرید جان عظیم است، میشه که رابطه با جنجالایی که یا انتقادایی که بیرون از افغانستان صورت گرفته بالای اتحادیه سینماگرا یا امو خود اتحادیه سینماگران که در اروپا است معلومات بتین و نظر شخصی تانم بگوین که باید چی کار را انجام بتین که سینماگرا بیرون از افغانستان گرده هم جمع شود، یک فضای صمیمی داشته باشه، یک فضایی که تولیدات خودشان حمایه کنه، یک فضایی که با یک دیگر دست به دست هم بتن و کارهای خوب داشته باشه بیرون از افغانستان، که تا ما افتخار از این را داشته باشیم که از طریق فیلم‌های خود ما سفرها و بعض جشنواره را ما بیرون از افغانستان هم برگزار کنیم. بله امیدی صاحب، امروز سر صداهای بسیار مایوس کننده به خاطر اتحادیه در بعض جاها شنیده میشه، مخصوصا در خارج کشور. مگم بیایید که می پرابلم اتحادیه را اشاعت خبری گرفته یا تبصری روز گرفته، ما در یک بود هنری را تعریف میکنم که دوستا در این بود هنری کلی خدایاف کنم. این اتحادیه را ما تشبیه میکنم بر یک خمه بسیار قیمتی تاریخی و قدامت فرنگی از این بیاد زیاد است. این خام اتحادی است و این خام در مبین افغانستان عزیز ما، در کشور ما سرپوش همیش داشته که از این اتحادی هنرمندا راضی بودن، خوش بودن، می رفتن، می شیشتن، پروگرام‌های خود با این اتحادیه شریک می زادن. آخری رئیس اتحادیه جوانمرد فرنگی، هنردوست، هنرپرور، هنرمند، نویسنده، خوشبرخورد، خوش اخلاق، چهره شناخته شده جوانشهر حیدری بود. جنتا نصیبش باد، اما از او خوش است. اینقدر که مردم با او اشریخت، از دوری او اینقدر بلوک بغض گرفت، فکر میکنم نظیرش کسی نبوده. بر صورت مگم اینمی عکس کدام نفر نیمی از این خمه عکس شمیره، این عکس میرسه در اروپا، در بعضی کشور از یکس یک دانه خومه دیگه تغییر میکنن که تالیه است. یعنی یک خومه مصنوعی تقلبی آل دستر یک خومه که تقلبی از ساخته خودشان است، این خوم این کس را سرپوش خود تعیین نمیکنن، قبول نمیکنن. یک شخصی پیدا نمیشه که وزن اتحادیه را داشته باشه، وزن فرنگ اتحادیه را داشته باشه که سرپوش میخوم تقلبی شد. جنجال به اینجاست. اینال بین این سرپوش ها با خود مجبور میسازن سر میخوم بشینن، جنجال هست، حرف هست، زدن هست، کشیدگی هست، بدماشی هست، بوکس هست کی به خاطر آبروریزی برای خمه اول که
هست که در مرکز هست که اتحادیه سرتاسری هنرمندا می باشد با او خوش نمی خوره. صدم هست اینال یادم ها آنقدر سری خمد ها دارن خمد فقان رسیدن خمد قلبی دفغان رسیده ارتباط میگیره با اتحادیه مرکزی با خمه اصلی اتحادیه مرکزی میگه که ما هیچ نوع نماینده در اروپا نداریم سرپوش های که اینجا تقلیب شده برای خمه تقلبی اینا حرف های نگتیف میزنن منفی بافی میکنن اتحادیه مرکزی میگه اگر ما صلاحیت داشته باشیم قانون ما برای هر کشور آدم های سرشناس کارکشته پروفشنل اکادمیک آماتور بسیار قوی داریم که نماینده ما باشن مثال در صدیق برمک داریم در فرانسه ستاره درخشان سینما مثال واحد نظری دکتر واحد نظری که رئیس سابق افغان فیلم بود موین عمومی را تلویزیون بود ما داریم در جرمنی مثال معتیق رحیمی داریم در فرانسه چهره برجسته عالم بسیار والا که مرده مثال ما در کشور دنمارک یا سویدن دکتر امایون مروت داریم دایرکتر شناخته شده او رو داریم در لندن یوسف رویانه داریم یک آدم کارکشته یک آدم سابقه دار بهش کوره پیدا در لندن ما آرون یوسفی داریم رئیس نشرات تلویزیون بود میشه او رو تنگ یا آقایون این سرپوش هایی که جنگ دارن سر خم تقلبی یا میگه نه و حاضر نیستن که سرپوش ای خم شوند ما باید باشیم چرا و حاضر نیستن سوال این است چرا و حاضر نیستن که در اروپا رئیس اتحادیه شد بله حال گپای خود قانونی مسلکی ادامه میدون هیچ ارگان از داخل کشور چی اتحادیه هنرمندان باشه چی وزارت مالیه باشه چی وزارت اطلاعات و فرهنگ باشه هیچ ارگان دولتی از داخل افغانستان در خارج افغانستان نمایندگی تعیین کرده نمیتونه طبق قانون اروپا چرا؟ به خاطر که یک نمایندگی رسمی از افغانستان از دولت افغانستان میباشه سفارت در سفارت کشور بخش آتشه کلتوری و فرهنگی وجود داره که یک نفر با چندین کارمند وظیفه داره که برنامه های فرهنگی، سیاسی، ادبی و میتینگ ها و یار ترتیب و تنظیم میکنه. اگر اتحادیه هنرمندا که اشتباه را نمیکنه و اشتباه را نکرده اتحادیه یا نمایندگی در اروپا باز کنه مکتوب بده یا از طریق دستگاه مجازی صحبت کنه نماینده انتخاب کنه که نمی کنه این غیر قانونی است این یک تشبث بسیار بزرگ در کار سفارت است و این یک تشبث بسیار قوی قوی غیر تخنیکی است اناله طور مثال اتحادیه هنرمندا نمایندگی در کشورها تعیین میکنه سبا روز یک حادثه خلق میشه
یک جنجال فیزیکی، یک برخورد فیزیکی میشه. یک برخورد یا یک جنجال اخلاقی صورت میگیره. اینجا اروپاست. کل چیز تحت قانون است. قانون حکمتر از حاکمتر از همه چیز است. فلعازا دوستا، عزیزای من، رفیقای من، کسایی که همیشه هم صحبت هستیم، کار کردیم، زحمت کشیدیم، بیاییم که میمان نوازی هایی که داریم کنیم. مثال کریم تنوید بهترین میمان نواز است که همیشه استقبال کده هنرمند دارم. این بهترین فرهنگت به خدا از ایتالیا کنم. این خودش ایتالیا است. مثال نارمامد درانی بهترین پوریدیسر است که همه چیز مهیا کنه. همه چیز مهیا کنه. سات ما رو تیر میکنه، آواز رو میخونه، فکایه رو میگه. بسیار مرد مردم دار است. بیاییم که زمین نوایه که مسته که در فیلم دختر افغان با شما چقدر جمع بودیم، چقدر جمع بودیم و چقدر سات و ماتیر بود. ایت نوه ایتالیا نبود، ایت نوه گپ از ایتالیا نبود، خود ما ایتالیا بودیم. در گپای مصنوعی، در گپای که ایت وجود نداره، تخیلی بادی بادا، چرا دوستی هایتان خراب میکنید؟ چرا رفاقت هایتان خراب میکنید؟ چرا دوست هایتان که در کابل از وارا دست میتین؟ چرا اتحادی هنرمند هایتان که از شما هست؟ ولی اگه ما مهاجر هستیم، اتحادی از ما هست. یک روز میریم در کابل کار میگیریم، مکتوب ضرورت میشه، ما باید سر بلند سر فراز در اتحادی در مکتوب بگیریم، کار خود پیش ببریم. چرا در بازار ما داری خود بسته میکنیم؟ چرا ما از فرهنگ مثبت، فرهنگ مردمداری، فرهنگ انسانیت، فرهنگ صمیمیت، فرهنگ اخلاق، فرهنگ تربیت، فرهنگ سنت آیینی افغانی ما استفاده نمیکنیم؟ به خدا این کارهایی که صورت میگیره، در جایی که صورت میگیره، هیچ گپه نمیشه، بیگانه ها سر ما رشخند میشه. بیاییم یک صدا کنیم که ما یک ایتالیا داریم که در افغانستان است. ما یک ایتالیا داریم که در افغانستان است. ما افراد و اشخاص دایرکتر هستیم، هنرپیشه هستیم، نویسنده هستیم، ایتالیا ساز نیستیم. بیاییم که دست به دست هم بدیم، فیلم تولید کنیم. بیا که مثل امون زمانایی که ما شما در اروپا از هر گوشه و کنار پرده سینما را رنگین می ساختیم، امون مکتب پیش ببریم. بیاییم که زبان سینمایی، زبان هنری داشته باشیم. بیاییم که رفیق یار و یاور یکی دیگه باشیم. به خدا قسم که هر یکتان مریض شویم، من چیکار میشم؟ اگر من مریض شویم، شما چیکار میشین؟ دلتان طاقت نمیکنه، ولو جنگی کنیم باشیم، تلفن میکنیم، خبرم میگیریم. ولو که دلتان جنگی باشم، تلفن میکنم، خبرتان نمیگیرم. ما شما یک ریشه هستیم. ما شما هنرمند هستیم. ما شما از افغانستان هستیم. ما شما از اون ایتالیا هستیم. در افغانستان است. هیچ ایتادیه دیگه، هیچ تقدیم نامه دیگه، هیچ کم زدن های دیگه به ما شما خوشبختی نمیده. بجز رشی اصلی ما، ایتادیه اصلی ما در موجه است. با امید اگه افغانستان پر از صلح، پر از خوشی، پر از افتخارات داشته باشیم که تک تک شما بزرگوارا افتخار ماستین. حمیدی صاحب عزیز نازنین، یک جهان سپاس. قربان شما. برای شما کامیابی، کامگاری آرزو میکنیم. بیرون از افغانستان افتخارات که با سینمای افغانستان شما کسب میکنین، پیشا پیش براتان تبریک میگم. امیدوار هستم که یک افتتاح خیلی خوب در افغانستان هم داشته باشین از کارهای نوتان که ما از طریق برنامه نما برابریم پوشش بدیم.
بازم بسیار زیاد خوش شدم، بسیار زیاد خوش آمدین در برنامه ما از طریق اسکایپ. سلامت باشین، قربان شما، خداحافظ شما. خب دوستان عزیز، این بود برنامه نما که البته از طریق اسکایپ یا آنلاین با بزرگوار سینماگر خیلی خوب ما، هم نویسنده هم کارگردان و هم یکی از هنرپیشه‌های خیلی خوب و یکی از پیشکسوتای ما که بیرون از افغانستان زندگی میکردن صحبت‌های خیلی خوب داشتیم، رابطه با کارکردانشان، رابطه با کارهای نوشان دیگه تقدیم شما عزیزان کردیم. تا برنامه بعدی که من محیب‌الله حمیدی با یکی از چهره‌های سینما یا افتتاح یا سمینار یا جشنواره سینمای افغانستان در خدمت شما حاضر میشیم، شما را به خداوند پاک اکرم می‌سپاریم. شب خوش، موفق باشید.